با بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان به ویژه میهنان عزیز در مام میهن در شبهای نوروزی مهمان خانه های شما خواهیم بود با برنامه آن سوی خبر که همچون همیشه مروری است بر تازه ترین اخبار دریافتی از ایران منطقه و جهان در ایران فردا نخست مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم مطالب و عناوین برگزیده امشب در برنامه آن سوی خبر بحران های منطقی از عراق تا یمن صدرنشین اخبار در رسانه ها بودند همینطور موج بی وقفه هشدار و, و تهدید و گمان زنی ها حول پرونده هسته‌ای ایران در آستانه دور جدید مذاکرات میان ظریف و جانکری تازه هایی از جزئیات هواپیمای ایرباس ساقط شده با شناسایی دو شهروند خبرنگار ایرانی و بالاخره بازداشت عوامل جشور عد در سیستان و بلوچستان سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده ای امشب پنجشنبه ششم فروردین ماه ایرانی در برنامه آن سوی خبر می باشد که همراه با شما در سی دقیقه پیش روی به تماشای آن می نشینیم. بحران یمن از صنعا تا عدن با فرمان حمله ملک سلمان وارد فاز تازه شد. نخست می از آخرین تحولات در یمن. با تصرف فرودگاه عدن توسط حوسی شورشی مورد حمایت جمهوری اسلامی. گزارش های رسیده از یمن حاکی است که نیروهای متحد با شورشیان حوثی فرودگاه عدن در جنوب این کشور را تصرف خود درآوردند به گفته کارشناسان این یک پیروزی استراتژیک برای حوثی‌ها ها در نبرد با نیروهای وفادار به عبد رب منصور هادی به شمار می رود. امروز هواپیماهای جنگی در یمن به سوی منطقه ای که محل استقرار عبد رب منصور هادی بوده یعنی رئیس جمهوری یمن مشک شلی کردهاند و گزارش های زد و درباره مکان فعلی این رئیس جمهور منتشر شده است پیشتر گفته شده که آقای هادی به دلیل نزدیک شدن نیروهای حوثی از بندر عدن در جنوب یمن گریخته و به مکان نامعلومی منتقل شده است عدن محل حضور نیروهای هوادار آقای هادی است که تا کنون به قدرت رسیدن حوثی ها در یمن را به رسمیت نشناختند مشاوران رئیس جمهوری یمن تاکید کردند که او در سلامت و امنیت است حوثی ها برای بازداشت آقای هادی جایزه تعیین کردند شورشیان حوسی که توسط نیروهای هوادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن حمایت می شوند در حال نزدیک شدن به عدن در جنوب این کشور هستند بعد از ظهر دیروز شورشیان حوسی یک پایگاه هوایی را که آمریکایی ها از آن برای آموزش نیروهای یمنی استفاده می کردن، اشغال کردند این پایگاه در 60 کیلومتری عدن قرار دارد در ادامه اخبار و رویدادهای مرتبط به یمن با ورود عملیاتی ارتش کشور سعودی به میدان نبرد بحران های این کشور وارد فاز تازه تری شد ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی نیمه شب دیشب فرمان حمله به یمن را صادر کرد بلا فاصله پس از آن هواپیماهای سعودی و قطری و امارات مواضع نظامی گروه های انصار را در صنعا و سعده و چند نقطه دیگر بمباران کردند Um, good evening, everyone. I'm Adel Al the ambassador of Saudi Arabia to the United States. Um, I wanted to uh, meet with you to inform you that uh, the Kingdom of Saudi Arabia launched military operations in Yemen. به دنبال تقاضای عبد رب هادی منصور برای نجات کشور از صعود به دامان جمهوری اسلامی و پیروزی شورشیان حوسی شورای همکاری های خلیج فارس منهای کشور سلطانشین عمان در یک نشست فوقلاده در بیانیه ای ضمن اشاره به خطری که کودتای شبه نظامیان حوسی برای منطقه در بردارد اشاره شده است که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در طول مدت گذشته جهت بازگرداندن امنیت به یمن بر اساس روند سیاسی تلاش کردند که آخرین آن اعلام تشکیل کنگره گفتگو زیر چتر شورای همکاری خلیج فارس بود این بیانیه همچنین به نامه ارسالی از سوی عبد رب هادی منصور رئیس جمهوری یمن به رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درباره وضعیت نابسامان این کشور پرداخته که در آن از مخالفت شبه نظامیان حوسی با هر گونه گفتگو و مهیاسازی نظامی برای حمله به استانهای جنوبی پرده برداشت و در پاسخ به کشورهای عضو شورای همکاری به جز عمان تأکید شده است که نیروهای منطقه‌ای شپ نظامیان حوسی را به کار گرفته تا یمن را پایگاه نفوذی خود سازند که اشارتی مستتر و مستقیم به جمهوری اسلامی دارد این بیانیه تأکید کرده که تشکیلات تروریستی در یمن دست به حملاتی زده که شامل دست اندازی به سعودی شده است شورای همکاری های خلیج فارس در این رابطه بیان داشتند که شبه نظامیان حوسی هشدارهای شورای همکاری و شورای امنیت را نادیده گرفته اقدام به انجام مانور نظامی در مرز سعودی با استفاده از اسلحه سنگین کردند که به این ترتیب از مقاصد خود برای تعدی علیه کشور پادشاهی عربستان سعودی پرده برداشتند مشروع خبرهای مربوط به بحران یمن را در گزارش های خبری امشبمان دنبال فرمایید در ادامه آن سوی خبر این بار از یمن به عراق می رویم و خبرهای از مشارکت جنگنده های آمریکایی علیه گروه های شورشی موسوم به داعشیون در تکریت می خانیم. هواپیماهای کشورهای اعتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا مواضع گروه موسوم دولت اسلامی یا داعش را در تکریت بمباران کردند مقامات آمریکایی در همین رابطه میگویند که این حملات به درخواست دولت عراق آغاز شده و ادامه خواهد یافت این حملات یک روز پس از آن انجام می شود که گزارش شد پروازهای تجسسی آمریکا بر فراز شهر تکریت شروع شده است ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران از چند هفته پیش برای خارج کردن شهر تکریت از تسلط داعش عملیات گسترده ای را آغاز کرده بودند اما پیشروی آنها در روزهای اخیر متوقف شده بود هادی خزرجی از مقامات محلی به خبرگزاری رویترز گفته است که حمله ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه در تکریت هم از حدود ساعت 9 شب چهارشنبه به وقت محلی با گلوله باران مواضع داعش از سر گرفته شده است نیروهای دولتی در آغاز عملیات تکرید که ابتدای ماه مارس بیش از سه هفته پیش آغاز شد بدون کمک هوایی ائتلاف بین المللی به سرعت پیشروی کردند و شهرها و روستاهای حومه تکرید در طول دجله را گرفتند وارد های شمالی و جنوبی شهر شدند اما این عملیات در دو هفته اخیر به مانع برخورد و نیروهای ارتش و شبه نظامیان شیعه متحمل کشته های زیادی شدند و مرکز شهر همچنان در دست چند صد پیکارجوی داعش باقی ماند داعشیون بمب‌های زیادی نیز در مسیر حرکت نیروهای دولتی کار گذاشته است که گویا از عوامل اصلی کند شدن پیشروی ارتش اراق بوده است آن سوی خبر را پی میگیریم با تازه هایی از حوزه هسته ای از جمله تضمین های مورد نظر آمریکایی ها در پی انتشار گزارشی در روزنامه نیویورک تایمز دایره بر اینکه ایران در این مرحله یعنی تا پایان ماه مارس بیشتر خواستار یک تفاهم نامه است تا یک چارچوب رسمی برای توافق جامع کاخ سفید میگوید که آمریکا در پی تعهدات مشخصی خواهد بود جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت اگر توافقی امضا شود ما مسلما انتظار داریم و درخواست خواهیم کرد که شامل تعهدات ملموس و مشخص از سوی ایرانی ها باشد همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا در روز چهارشنبه واشنگتن را ترک کرده تا از روز پنجشنبه مذاکرات با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و از مردان ارشد مذاکره هست ای را از سر گیرد نیویورک تایمز روز چهارشنبه در گزارشی به نقل از دیپلمات‌های غربی مینوشت که تیم مذاکره کننده ایران ممکن است تا پایان ماه مارس از امضای یک توافق مکتوب و مشخص خودداری کند. بنابر این گزارش تیم جمهوری اسلامی ایران تمایل زیادی نشان می‌دهد که دو طرف تا پایان ماه به یک تفاهم برسند تا جزئیات آن در دو ماه بعد یعنی تا ژوئن حل و فصل شود. نیویورک تایمز نشریه معتبر آمریکایی مینوشت که در این صورت دولت اوباما در موقعیت دشواری در برابر منتقدان داخلی در کنگره قرار خواهد گرفت که میگویند اگر تا پایان ما تا آفقی حاصل نشود اواسط آوریل تحریم های تازه علیه ایران را تصویب خواهند کرد باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که چنین مصوبه ای را وتو خواهد کرد در این رابطه یک مقام ارشد آمریکایی که در مذاکرات شرکت دارد به نیویورک تایمز گفت که توافق باید چیزی بیش از ای در مورد نیت سیاسی باشد و باید حاوی یک بعد قابل اندازگیری باشد همزمان جان کری در واکنش به پیشنهاد منتقدان دولت برای خروج آمریکا از مذاکرات اتمی با ایران با پرسش های اظهار نظر کرد و گفته است که در صورت دست نیافتن به توافق با ایران دست تهران برای گسترش فعالیت های هستهیش به صورت پیدا و پنهان باز خواهد شد و تحریم ها دچار فروپاشی می شود This is not a choice as some think it is between the Iran of long ago and the Iran of today. It's not a choice between uh, nuclear some think. It's not going to happen. It's a choice between a regime that has already developed its ability to master the nuclear وزیر امور خارجه آمریکا که روز چهارشنبه پنجم فروردین در نشست سالانه سفیران ایالات متحده آمریکا در سراسر جهان صحبت میکرد. اینگونه این گونه می گفت که اگر آنگونه که منتقدان توصیه می کنند ما از مذاکرات هسته ای با ایران خارج شویم چه روی خواهد داد و اینها می تواند اتفاق بیفتد که مذاکرات از هم بپاشد و ایران قادر خواهد بود دوباره سانتریفیوژهایش هایش را به چرخش بیاندازد و قنیسازی را نیز در ظرفیت هایی که می خواهد انجام دهد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میافزود اگر چنین تصمیمی بگیرند تحریم ها هم نمیتواند مانع آنها شود به خاطر اینکه طرف های دیگر حاضر در مذاکرات که توافق احتمالی را معقول میدانند نیز از روی کارت های مانند تحریم ها دست خواهم کشید و به ما میگویند شما کارهای مورد نظر خودتان را انجام بدهید ما نیز کار خودمان را انجام دهیم شما تمایلی به منطقی بودن ندارید ما هم کاری را که فکر میکنیم معقول و منطقی است انجام میدهیم البته بدون ذکر نام کشورهای روسیه و چین گویا اشارتش به این دو کشور بوده است از سوی دیگر لوزان سوئیس مجددا میزبان مردان مذاکرات هسته ای از جمله ظریف و جانکری و ویندی شرمن شد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز گذشته در هنگام سفر به سوئیس و آغاز دور تازه گفتگوهای هسته بین تهران و گروه پنج به علاوه یک می گفت این دور از مذاکرات به دلیل نزدیک شدن به تاریخ از پیش تعیین شده برای چارچوب ها بسیار حساس است به گزارش واحد مرکزی خبر یعنی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه این کشور گفته است که این دور از مذاکرات بسیار حساس است به ویژه با توجه به اینکه به تاریخ هایی که از قبل برای رسیدن به چارچوب ها تعیین کرده بودیم نزدیک می شویم. در میانه گمانه ها و تحلیل ها ارزیابی تخت روانچی بذر امید به دل مدافعان تا آفاق هسته ای پاشی. <applause> یک عضو ارشد در تیم مذاکره هسته ای ایران میگوید که در مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی با گروه پنج به علاوه یک اختلافات خیلی کم شده و تنها یکی دو مورد اساسی باقی مانده است به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا مجید تخت روانچی عضو ارشد در تیم ایران روز چهارشنبه پنجم فروردین در عین حال پیش بینی درباره رسیدن به توافق با کشورهای بزرگ غربی تا روز 11 همه فروردین را سخت دانست آقای تخت روانچی گفته است که در مذاکرات شاهد بودیم که کشورها مواضع خود را تنظیم کردند و اختلافات کم شده است اما یکی دو مورد اساسی وجود دارد که امیدواریم آنها هم حل شود هماکان بیننده برنامه شامگاهی آن سوی خبر هستید با بروز نزاع در حوزه غذا و رسیدگی دادگاه بریتانیایی به شکایت بانک ملت ایران دادگاه عالی انگلستان در حال رسیدگی به شکایت مطرح شده از سوی بانک ملت ایران علیه وزارت دارایی بریتانیا به دلیل خسارت سنگین وارد شده به آن به دلیل تحریم های دولت این کشور است به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا این دادگاه که نشست مقدماتی برای بررسی و رسیدگی به موارد ادعایی بانک ملت علیه وزارت دارایی بریتانیا می باشند از روز دوشنبه گذشته شروع شد و تا روز چهارشنبه نیز ادامه داشته است. در این میان بانک ملت با ارائه شکایتی به دادگاه عالی بریتانیا خواستار دریافت مبلغ 3 میلیارد و 980 میلیون دلار حدودا 4 میلیارد دلار خسارت بابت از دست رفتن فرصت کسب و کار در مدت اعمال تحریم های وزارت خزانه انگلیس از سال 2009 تا 2013 میلادی شده است. به گفته یک منبع آگاه این شکایت متعاقب حکم دادگاه عالی انگلیس در ماه جوان 2013 میلادی که در آن تحریم این بانک در سال 2009 میلادی را غیرقانونی اعلام کرد مطرح شده است. این منبع روز چهارشنبه به ایرنا می گفت که در نشست مقدماتی دادگاه عالی بریتانیا قرار است موارد مطرح شده در شکایت بانک ملت ایران علیه وزارت دارایی بریتانیا بررسی و در مورد آنها تصمیم گیری شود و اما جزئیات بیشتر از سرنشینان هواپیمای ایرباس ساقط شده بر فراز کوههای آلپ که پای دو ایرانی نیز در آن باز شد و اعلام شد که دو روزنامه نگار ایرانی در سقوط هواپیمای آلمانی جرمن وینگز در فرانسه کشته شدند به گزارش وزارت امور خارجه ایران میلاد حجت الاسلامی خبرنگار خبرگزاری تسنیم و حسین جوادی خبرنگار روزنامه وطن امروز از جمله خبرنگاران ایرانی در میان قربانیان هواپیمای ایرباس 320 جرمن وینگز آلمان بودند که دیروز در جنوب فرانسه سقوط کرد به گزارش خبرگزاری های مختلف در ایران این دو خبرنگار برای پوشش خبری مسابقه بارسلونا و رئال مادرید به بارسلون رفته بودند و قصد داشتند از دوسلدروف آلمان برای تهیه گزارش از مسابقه تدارکاتی ایران و شیلی به اتریش بروند پیام یونسیپور و سعید زاهدیان دو خبرنگار دیگری که همراه این دو خبرنگار بودند پس از انتشار عکسی چهار نفره در وین اتریش گفتند که قرار بوده آنها هم به بارسلون بروند اما در آخرین لحظه از این سفر صرف نظر کرده بودند از آلپ به حجاز در عربستان می رویم و مرور می کنیم تازه ترین مشکلات حجاج ایرانی که در پی سیاست های جمهوری اسلامی به مردم ایران وارد می شود. مقام های حج و زیارت ایران می گویند عملیات اعزام حجاج ایرانی از سوی فروردین به طور موقت متوقف شد. به گزارش خبرگزاری مهر مهدی حضوری رئیس ستاد مدینه گفته است با توجه به رایزنی های صورت گرفته با مسئولان حج عربستان زائران ایرانی تا روز دوم فروردین ماه به این کشور اعزام و از روز سوم عملیات اعزام زائران متوقف شد. آقای حضوری در ادامه همین مطلب و موضوع می گفته که به خاطر مشکلات پیش آمده حدود 35 هزار زائر ایرانی در ایام نوروز و قبل آن از رفتن به حج باز ماندند. این مقام همچنین گفته است که زائرانی که موفق به تشرف در نوروز امسال نشدند می توانند در قالب کاروانهای دارای ظرفیت خالی در موسم عمره عمره سال جاری البته و یا با حفظ اولویت در عمره آینده به سرزمین وحی اعزام شوند به گفته این مقام طبق برنامه ریزی های صورت گرفته این زائران اگر تمایل داشته باشند می توانند نوروز سال 95 نیز به عمره مشرف شوند ادامه آن سوی خبر با رویدادهای تازه از بازداشت عواملی از نیروی تروریستی جشن العدل استاندار سیستان و بلوچستان در رابطه با بازداشت برخی از نیروهای جشن العدل گفته است که تمامی عوامل گروه جشن العدل بازداشت شدند علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان درباره بازگرداندن جسد سرباز گروگان گرفته شده ای ایرانی می گفت پیکر شهید دانا ایفر زمانی شناسایی شد که در اسفند ما ضربه سنگینی به اشرار وارد کردیم و تمامی عوامل تروریستی از سال 86 تا سال 93 در منطقه شناسایی و دستگیر شدند. آقای هاشمی در ادامه اظهارات خود اشاره می کرد که بازجویی های فنی از این عوامل تروریستی صورت گرفت و تمامی این عوامل ترور اعترافاتی سنگین داشتند. آقای اوسط هاشمی در ادامه اظهارات خود اشاره می کرد از جمله اعترافات این عوامل تروریستی به شهادت رساندن شهید جمشید دانایی فر بود که توسط این عوامل تروریستی به شهادت رسیده بود. استاندار سیستان و بلوچستان میگفت قاتلان این اقدام تروریستی همکنون در اختیار ما و عدالت هستند. به گفته استاندار سیستان و بلوچستان عوامل به قتل رساندن جمشید دانا ایفار محل کشته شدن این جان باخته را در اعترافات خود اعلام کردند و پیکر این شهید در پاکستان کشف شد که با اعزام عواملمان پیکر این شهید از طریق مرز میرجاوه وارد کشور شد. و اما در این میان تازه ترین خبر از تعیین بهای خون انسان که در عرصه قوه قضایی ایران گویا تنظیم شده است قوه قضایی ایران میزان بهای خون انسان یا دیه را تعیین کرد به گزارش خبرگزاری ها و به نقل از روابط عمومی این نهاد قضایی قیمت دیه کامل از ابتدای امسال یک میلیارد و 650 میلیون ریال تعیین شد دیه کامل انسان کیفر قابل پرداخت و برابر قتل یک مرد مسلمان است دیه ی زن مسلمان نصف مرد محاسبه می شود ادامه برنامه آنسوی خبر حمایت معصوم ابتکار اولین عضو کابینه دولت روحانی از علی متحری ماجره های این نماینده مجلس معترض را وارد چرخه تازه از جدال های جناهی در ارکان نظام نموده است معصوم ابتکار عضو کابینه حسن روحانی و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ضمن ابراز تاسف از حمله به علی متحری در شهر شیراز گفت که ادعی تلاش می کنند فضای کشور را ناآرام جلوه دهند به گزارش خبرگزاری دولتی ایران معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست روز سه شنبه چهارم فروردین در مشهد می گفت که تمام تلاش دولت بر این است که فضایی آرام در کشور و علل خصوص دانشگاه ها حاکم شود اما متاسفانه ادعی در تلاش هستند تا فضا را ناآرام جلوه دهند معصومه ابتکار با بیان اینکه توان عاملان حمله به علی متحری در شهر شیراز را حزب اللهی نامید می گفت باید فضای نقد و انتقاد برای همه گروه های سیاسی در کشور ایجاد شود دانشجویان و مردم حزب اللهی هیچگاه عقاید خود را با خشونت عنوان نمی کنند سخنان معصومه ابتکار معاون حسن روحانی در مشهد در حالی است که احمد علم الهدا امام جمعه این شهر و نماینده آیت الله علی خامنه ای روز یک شنبه دوم فروردین علی متحری نماینده تهران در مجلس را عنصر غیر ارزشی و منحرف نامیده بود و حمله کنندگان به او در شهر شیراز را نیز مردم ارزش مدار توصیف کرد علی متحری نماینده تهران در مجلس که روز 18 همه اسفند 93 برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود در فرودگاه این شهر با حجوم نیروهای لباس شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد با وجود دستور رئیس جمهوری ایران و اعلام وزارت کشور مبنی بر شناسایی شدن عوامل حمله به علی متحری اما عملا هنوز خبری درباره بازداشت این افراد منتشر نشده است برنامه آن سوی خبر را پی میگیریم با سایر خبرها در عرصه و جنبه های مختلف با رویدادی هنری برنامه آن خبر را پی میگیریم خبری ناخوش در عرصه هنر ایران در گذشته یک نقاش ایرانی نیما پتگر، نقاش و تصویرگر ایرانی در سن 68 سالگی در تهران درگذشت علت مرگ او ایست قلبی اعلام شد بستگان این نقاش و تصویرگر ایرانی میگویند که با آنها گفته شده که قطعه هنرمندان پر است و مرکز هنرهای تجسمی بران است با هماهنگی شهرداری محل شایسته ای برای دفن ایشان در نظر گیرند نیما پوتگر طراحی را نزد پدرش علی اسقر پوتگر آموخت و در سال 47 به ایتالیا رفت و یک سال بعد در آکادمی هنرهای زیبای روم در رشته مجسم سازی مشغول تحصیل شد و از استادش امیلیو کرکو علاوه بر مجسم سازی فن طراحی نیز آموخت نیما پوتگر در تمام این سالها در آتولیه هنری خود به خلق آثار و تدریس اشتغال داشته است. پنج اثر نقاشی از نیما پوتگر در موزه هنرهای معاصر تهران، یک اثر در موزه هنرهای معاصر آبادان و یک سردیس گچی از آثار او در اکادمی هنرهای زیبای روم قرار دارد. و بالاخره با آغاز بهار و نزدیکی به فصل گرما، بحران زیست محیطی همچون بحران بیابی، بر صدر رسانه ها بازگشتند. در این راستا وزارت نیرو با اعلام کاهش پنجاه درصدی روان آبها در کشور به نکات تازه‌ای اشاره می کرد. برداشت های بیرویه آب از منابع زیرزمینی باعث جذب روان آبها شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیچیان با اعلام اینکه ذخیره آب صدها حدود 10 میلیارد و 700 میلیون متر مکعب است که 17 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال کاهش نشان میدهد می, دهد می گفت میانگین بارش ها در سال آبی جاری 23 درصد کاهش یافته است وزیر نیرو می گفت که همچنین میزان روان آب رودخانه ها به دلیل تأثیر شرایط اقلیمی و برداشت های بیرویه آبهای زیرزمینی 50 درصد کاهش نشان میدهد به خاطر تغییرات اقلیمی بیشتر بارش ها در کشور به صورت باران است و بارش های برفی کاهش نشان می دهد و دفعات بارش نیز بیشتر شده که در کاهش روان آبها در رودخانه ها مؤثر بوده است آقای چچیان همچنین گفته است که میزان بارش ها نیز در هر نوبت کمتر شده و به حد اکثر 10 میلیمتر رسیده که به علت برداشت های بیروی از منابع آب زیرزمینی و چاهای آب بخش زیادی از آن در این محیط ها جذب می شود و روان آبها را کاهش می دهد. این مقام همچنین در پایان اشاره می کرد که از سوی گرمایش زمین نیز بیشتر شده و زمستان خیلی سردی نداشته ایم و میانگین دمای زمین تا دو درجه افزایش نشان می دهد. که طبعا باعث تبخیر بیشتر آب می شود و باز هم در کاهش مقدار آبها مؤثر است و با, با این خبر وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان می رسد ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه های امشب از جمله گزارش روز که شرح تفصیلی و تکمیلی اهم رویدادهای های پخش شده در آن سوی خبر است این جانب از محضر یکایی که شما خداحافظی میکنم تا درودی دوباره شامگاهی دگربارو سویه های تازه تری از آن سوی خبر در ایران فردا بامداد روشن آسمان آوی بدر